آتش بس در غزه به روز سوم هم رسید و اوضاع در این منطقه آرام شده است، اما برای مردم شجاعی بازگشت به زندگی عادی کار آسانی نیست. این شهر در شرق غزه هدف شدیدترین حملات نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و در عرض 4 هفته از خانه های آن فقط خرابه ای به جا مانده. محمد یکی از آوارگان اهل شجاعی به سختی توانست خانه خود را پیدا کند و حالا به حسرت به خانهش نگاه می کند و می گوید لباس های من، تلویزیون من و همه اسباب و اساسیه منزل من اینجاست. لباسی را که تن من می بینید دیگران به من دادند. در حال حاضر هیچ چیزی ندارم. وسعت تخریب در شجاعی به قدری گسترده است که اهالی این منطقه حتی قادر نیستند محل خانه خود را پیدا کنند. هفته گذشته ارتش اسرائیل در حمله به بازار شروق در این شهر یکی از مرگبارترین روزها را در غزه رقم زد. مدارس سازمان ملل در غزه تبدیل به اردوگاه پناهجویان شده است. یکی از زنانی که در این مدارس زندگی می کند می گوید ما خواهان آتش بس و صلح هستیم. از همه مردم عرب جهان می خواهیم که به ما نگاه کنند. آیا ما مثل دیگران انسان نیستیم و حق حیات نداریم؟ تخمین زده می شود که بازسازی خرابی های غزه بر اثر بمباران 4 هفته اخیر بیش از 6 میلیارد دلار هزینه داشته باشد.